دوستان عزیزم سلام. پیرو ویدیوهایی که من در خصوص این HP پرولیانت DL360P جنریشن 8 که دوستان آوردن که من اینو آپگرید بکنم، تست بکنم، من امروز میخوام که فرمور های باقی مانده که هنوز آپگرید نشدن رو آپگرید بکنم و من الان اینجا ایزوی دارم که وصلش میکنم به ماشین از طریق آیلو. بذارید اول ایزو رو وصل بکنم به اسم HPE Service Pack for Proliant. خب و خب من الان یه توضیح بدم در مورد این ایزو. ببینید HPE به صورت جداگانه برای قسمت مختلفش، من جمله برای آیلو که من آپگریدش کردم از قبل و همچنین برای مادربورد و مثلا برای اینتلیجنت پروویژنینگ، اینا رو همه رو جداگانه آپدیت ها رو میده، میتونید برید رو سایت دانلود کنید. ولی چیزی به اسم سرویس پک پر پرولیانت که برای آپگرید کردن مواردی که همه به صورت کامل همه از یه جا، مثلا فرمور درایف ها، فرمور استوریج کنترلر، فرمور کارت شبکه، اینا رو داره. برای سرورهای جنریشن 10 داره در تاریخ های مختلف ملاحظه فرمایید، برای سرورهای جنریشن 8 داره، جنریشن 7 داره. و خب منطقه مشکلی که داره اینجاست که برای اینکه شما باید بتونید اینو دانلود بکنید نیاز به داشتن قرارداد با HPه. یعنی اگه من اینو بخوام الان اینجا دانلود بکنم میاد و از ما میخواد که اینو لاگین بشیم تا بتونیم اینو بخریم و خب ما در کشورمون همچین چیزی رو نداریم. ولی خب یک سری دیگر از دوستان این ایزوها رو میذارن روی اینترنت، حالا اگه دوست داشتید میتونید جستجو بکنید و دانلود کنید. فکر کنم مثلا این 5 گیگه یه همچین چیزی، 6 گیگه من برای سری پرولیانت 8 جنریشن 8 دانلود کردم و خب من الان اینو آتش کردم از طریق آیلو تا این بوت بشه و بتونیم که ببینیم که چیا همین الان آپگرید شده و چه چیزایی باقی مونده. من در دفعه قبل 4 تا هارد این سرور بود، الان 2 تا دیگه هم بهش اضافه شده. ببینید ما میتونیم به صورت اتوماتیک تمام فرمور رو آپگرید بکنیم یا میتونیم که فقط یه چیزای به خصوصی آپگرید بکنیم که من به صورت اینتراکتیو میرم. و نکته که داره اینجاست که با توجه به اینکه من این ایزو رو رایت نکردم روی فلش یا روی یه دونه دیسکی که به صورت فیزیکی بذارم روی سرور، یه مداری این ماجرا طول میکشه. بنابراین من در اینجا ویدیو رو پاز میکنم و دوباره ضبطش رو ادامه خواهیم داد یا فاست فوروارد میکنم. شما اینجا ملاحظه میکنید که کاملا کل ایزو رو میخونه و اینو کپی میکنه تو رم و از اینجا هر گونه خطای احتمال هر گونه خطای رید و رایت مدیای دیسک یا فلش یو اس بی رو از بین میبره. بسیار ما الان اینجا خب زبان رو میذاریم انگلیش، اند یوزر لایسنس اگریمنت هم اکسپت میکنیم و نکست. خب ببینید ما میتونیم تمام اون موارد این سایت دیاگنوستیکس رو که اومدیم قطعات چک میکردیم از همینجا انجام بدیم. عملیاتی مثل در واقع رید کردن هاردار رو میتونیم اینجا هم انجام بدیم
ولی من الان قصدم آپگرید کردن فرموره که میزنیم خب بسیار خب بعد از مدت زیادی انتظار ما الان ملاحظه میکنید که این گشت دنبال سخت افزارهایی که پیداش میکنه ببینه که چه چیزی قابل آپگرید و داره اینا رو چک میکنه که الان به ما آپشنایی که برای آپگرید هست رو نشان خواهد داد. بسیار خوب. خب ما اینجا اکشنز رو من یه دقت بکنم. خب حالا بریم نیکست ببینیم چه چیزایی داریم. فرمور رو خب میگه من میخوام آپگرید بکنم، 6.4 هست، میخوام Active version، این supplemental update، این برای کنترلر استوریج که ورژن 6.64 میخواد بکنه 8. خب ما اینو میخوایم. این برای چیه؟ utility for NX2 online Qlogic view devices. ببینم این چیه. این برای اینترفیس شبکه دو پورت 10 گیگابیتشه. خب ما اینم میخوایم. این چیه؟ بله آیلو رو ملاحظه میکنید که یه روی جالبه، من آیلو رو جداگانه آپگرید کرده بودم قدیم و 2.73 کردم، میگه روی دیسکی که خودشون ارائه کردن 2.55. بنابراین خب دلیلی نداره. خب و اما اینجا برای فرمور هارت ها ببینیم چی داریم. نو آیتمز فاوند آل ایمیدیت آل دیفل. خب این که ورژنش درسته. چهار تا از یه هارد پیدا کرده که ورژن فرمورش همه آلردی آپ تو دیت، احتیاجی به این کار نداره. یه دو تا از هاردا ورژنشون فرق میکنه ظاهرا. ببینم بله این دوتا هم ورژناش در واقع یه اختلاف مختصری داره از نظر مدلش با اون دو تا با اون چهار تا دیگه و اینها هم خب ورژنشون آپگرید هست، احتیاجی به کاری وجود نداره. دقت بکنید بعضی وقتا شما مثلا یه هارد 300 ممکنه که به اصطلاح چند ورژن داشته باشه. این الان این 6 تا هارد 300 4 تاشون یه مدله، 2 تاشون یه مدل دیگه. این چیه؟ خب این باز جالبه، روی سی دی یه چیزی هستش که قدیمی تره. خب این چیه؟ پاور منیجمنت کنترلر ورژن که آلردی آپدیت هست. خب از چی شد؟ ما الان یه دونه فقط استوریج کنترلر و یه دونه کارت شبکه رو میخوایم فرمورش رو آپگرید بکنیم. دپلوی
ظاهرا فرمور استوریج کنترلر آپگرید شد، الان داره فرمور کارت شبکه رو آپگرید میکنه. دقت بفرمایید، من خیلی قسمت های این ویدیو رو فست فوروارد کردم یا پاس کردم. برای این تیپ کارا باید آمادگیش رو داشته باشین. اغلب موقعی که دارید سرور رو تحویل میگیرین این تموم شد، این آمادگی برای این کار رو ندارید. ببینیم این چیه، successful successful reboot required، و باید وقت بذارید اینو تحویل که گرفتین بیاین و بعد از اون انجام بدید. تست رو در محل خب آدم میتونه انجام بده، ولی آپگرید کردن فرمور های مادربورد، فرمور آیلو، فرمور استوریج کنترلر و فرمور کارت شبکه و بقیه، همه اینا زیاد در محل کار درستی ممکنه نباشه. خب همین فعلا. خب این ریبوت، خب الان دیگه سیستم ریبوت میشه. من دیگه در اینجا ویدیو رو قطع میکنم. این پس روش آپگرید کامپوننت هایی از سیستمه که فرمورش رو جداگانه شما نمیتونید برای اینکه از طریق آیلو آپگرید کنید داشته باشین. و اینکه ببینید این فرمور هایی هم که من از طریق آیلو آپگرید میکنم روش سختی داره. من میرم و فایل های اگزیکیتبل مخصوص آپگرید از توی ویندوز رو میارم، بعد اکسترکت میکنم، آنزیپ میکنم و فایل رو جداگانه با آیلو میدم. شما اگر نمیخواید وارد دردسر این تیپ کارا بشین، همین به دست آوردن ایزوی سرویس پک پرولیانت راحت تره. موفق باشین، خداحافظ.